دوستان تبریک عرض می‌کنم سال نو رو به شما، سال خوب و پربرکتی همه دوستان داشته باشن از نظر برکات آسمانی و بالاخره حتی زمینی هم چیز. خیلی لطف کردیم، واقعا زحمت کشیدیم، تشکر بودیم و اسوایی فراوان از اینکه کمبود جا داریم، کمبود معلن دوستان نشستن بوده دوستشن میرم پایین هستن من تکبیل بکنم. به هر صورت من که نمیدونم دیگه چی بگم، فقط میتونم تشکر بکنم از زحمات یکایی که شما دوستان عزیز، شما میدونم که واقعا همه از روی عشق با خلوص نیت کامل آن چی که از دستشون برمیومده، هر کس آن چی رو که فکر میکرده درسته انجام داده. حالا من به دوستان قبلی هم توصیه کردم که اگر احتمالاً به خاطر اختلاف سلیقه ها نسبت به همدیگه دچار سوء نظری شدن، دچار سوء برداشتی شدن، همه رو فراموش کن، چون که من میدونم که همه دوستان واقعا عاشقانه آن چیزی که از دستشون برمیومده انجام دادن، حالا هر کی با فکر خودش. خب و مشکلی که داریم یه مقداری تفرقه که به خاطر اختلاف سلیقه ها هست، همه رو بذاریم کنار، هر کسی به اصطلاح اون چیزی که انجام داده درست بوده. چون بازم من نتونم گفتم شهادت میدم با همه وجودم که تک تک دوستان رو ایمان کامل دارم که با حسن نیت آن چی که انجام دادن انجام شده. حالا درست و غلط و هر چی که بوده، بالاخره پشتش دلسوزی قرار داشته. خیلی کم معدود شاید کسانی با سوء نیت، البته باز اصلا نمیتونیم از اسمش سوء نیت بذاریم، ولی به هر حال خیلی کم هم معدود هم کسایی که اومده باشم فرض کنیم به خاطر نمیدونم چیزایی غیر از مصالح مجموعه حرکت کرده باشن. مصلحت مجموعه بالاخره مد نظر دوستان بوده. و یه مطلب دیگه هم که توصیه کردم و برای ما ایجاد مشکل، یعنی مشکل عمده مجموعه ما بوده، حواشیست که بعضی از دوستان به موضوع عرفان کیانی اضافه کردن. حالا مطالب جدید و دنبی خودتون در جریان هستین که مطالبی بوده که شخصی است، یعنی آگاهی و مسائل که افراد دریافت کنن شخصی و مختص خودمون است. یه ارتباط عام و جنرال بوده همه تجربه کردیم، یه ارتباطات خاص هست که برای هر کسی باید بیاد و توش تجربه بکنه و ببینه که به چی میرسه و چی پیدا میکنه. تو سوگندنامه‌تون هم هست و از یافته‌های خود. خب این فراموش شده که از یافته‌های خود قرار نبوده که سوء استفاده بشه. بنابراین مشکلی عمده‌ای که البته من برای دوستان قبلا مفصل‌تر توضیح دادم اینه که عمده اشکالات بستر اینه که گفته میشه فلان کس اینو گفت، یعنی تو زندان البته منظورمه، یا ایرادی که به ما میگیرن سر اینکه فلان مربی اینو میگه، فلان چیز اینو کار کرده، فلان کس اینجوری شده، و عمده اشکالات رو حاشیه است، رو خود موضوع، رو خود موضوع. مثلا ما تونستیم همواره دفاع محسن دست شما در نکنیم، همواره تونستیم دفاع مؤثر داشته باشیم، یا حداقل ایراد خیلی مهمی وارد نشده. پس در واقع انتقال بدیم به سایر دوستان که ما برگشت میکنیم به اون الفبای ناقصی که تونستیم توی حالا تا آخرین فعالیت هامون تونستیم بیاییم و اون رو پایه‌گذاری بکنیم، ولی الفبای ناقصی، حتی الفبا هم کامل نشده که چه بخواد به اصطلاح بعد از اون چیزی با اون نوشته بشه، یا یه فونداسیون ناقصی اجرا شده روش ساختمانی اجرا نشده که حالا بعضی از دوستان ممکنه بیان روی این بخواهن برج درست کنن. درست شد؟ و حالا دوستانی که چه حالا خود شما که اینجا تشریف دارید،
و چه با دوستان دیگری که در ارتباط هستین. موضوع اینه که برگردیم به امانت داری، برگردیم به همون اصل موضوعی که خود ما به صورت عام باش سر و کار داشتیم. حواشی رو بذاریم کنار، روی حاشیه ها هیچ کس مانو بی نیاد، هیچ کس چیزی نداشتیم. درست نیست، غلط، کاملا حاشیه ها فقط برای خود فرد و برای وقتی که قرار بیاد و مطلبش اونو اشکالات عدیده ایجاد میکنه که شاید بعضا اگر بیان بین خودمون ببینیم درگیرش هم شدیم، حملات، بیرونزی ها و مسائل مختلفی که خودتون بهتر استعذار دارید. این دو تا موضوع خیلی به ما میتونه کمک بکنه و بقیه موارد خب تا اینجا دفاع شده، قابل باز هم دفاع هست. البته وضعیتی که پیش رو داریم، یا من به صورت مشروط آزاد میشم و بهانه که موجوده که من اگه بیام بیرون بگم فعالیت میکنی دوباره فعالیت و فرا بندم، عرض کردم که نه من دیگه فعالیتی ندارم. خب این میشه آزادی مشروطی که الان قانونم به من تعلق میگرفته ولی خب حالا تعلق شده، یا اینه که من اون تو میمونم که شکایاتی رو به اصطلاح در داخل زندان مطرح کردم از وزارت ارشاد، از بازپرس، از بازجوها، از دادگاه و الا آخر که جرائمی رو که نسبت به شخص من به اصطلاح مرتکب شدن در دادگاه سال به اصطلاح پاسخگو باشن که همه اون جرائم در این حال نقض حقوق بشر هم هست. اگر اون تو موندم بدونه که من اونجا هستم، پای شکایتم هستم، هر کاری لازم بوده تا اینجا برای اینکه بیاد و به جریان بیفته من انجام دادم. بدونه که شما هم در جریان باشید که این اتفاقات هست افتاده و مخصوصا در نقض حقوق بشر بدونید. حالا هر جوری ببینید من نمیتونم هیچ چیزی رو تعیین بکنم و از این طرف هم اصلا دلم نمیخواد کسی و کسانی دست شما درد نکنید، به مشکل بخورم، به درد سر بیفتن، اینو واقعا میگم خدمتتون. من بیش از اینکه به فکر خودم باشم واقعا به مشکلات دوستانی که درگیر شدن با این مسئله اتون مثلا پس کنید ایشون خب و مدتی رو در حبس و اینها مجبورشتم بگذرونم، ولی به هر صورت این چیزیست که صرفا جهت اطلاعه و حالا اینکه چیکار باید کرد، چطور باید بشه به زیرا در جریان باشه. حالا این مسئله نه تنها نسبت به من نسبت به ولی عمد زندانی ها در واقع این مسئله مسائل وجود داره. خب یعنی اگر هم اومدیم بیرون تو گفتیم فعالیت نمی کنیم، فعالیت هم نخواهیم کرد و حالا دیگه شکایت هم ما صرف نظر میکنیم به دلیلی که پیام ما همیشه پیام صلح با دیگران و صلح حالا از بالا تا پایین پیام صلح بوده. حالا دیگه ببینیم که ببینید من فکر کنم که این یکی دو ماه همه چی معلوم میشه، این یک ماه اخیر باز خیلی چیزا معلوم میشه که به اصطلاح چی خوش مردم. خب حالا به هر صورت مسئله ما اینه و باید به گونه عمل بکنیم که عمل کرد یا اون چیزی که ممکن ایجاد اشکال بکنه که عمدتاً برمیگرده به تخلفات حالا مربی ها عمدتنش، یعنی تا اینجا که من درگیر بودم اونجا و رو در رو بودم و دارم ساعت ها فیلم و غیره و اینا عمده مشکل ما، عمده مجموعه مشکل ما اون چیزی مثل در درگیر مجموعه هستند در حرفای خارج از رویه عادی ببینید دقیقاً اینطوریه. خب البته نمیخوام بگم که درست هم نیست دیگه، میگن به هر حال شما اومدین و ارائه دادید، حالا
این ایشون رویش این حرفو میزنه، اون روش این حرفو میزنه، این داره باش این کارو میکنه، اون داره باش این کارو میکنه. خب و به هر حال شما باید پاسخگو باشید. این به اتهام مفسده، افساد مفسده به عرض، خب همین بخشش برمیخوره به اتهام مفسد برعرض که به صلاح اومده یک کاری کرده که باعث مثلا قصد کنه این شده که اون دینش باید دست بده، چرا چون فلان مربی راجب خدا اینجوری کنه، اون نمیدونم چی بشه فلان کلاس اینجا به اسلامی رعایت نکرده، اون نمیدونم چی بشه چون فلان مربی راجب اینجا فلان مسئله این حرف بازه. بنابراین اگر ما این حواشی رو، یعنی واقعا این پیغام رو به سایر دوستان برسونیم، هیچ چیزی خارج از اون روند اصلی و کلی اعتباری نداره. اعتباری که بخوام برای بیان عامش کنن و بخوام بیان از اون مطالب هم خارج بشن، حرفایی که سلیقه فردی وارد قضای ما بکنه. خب بنابراین امانت داری باشه، من پاسخ بودم اون چی که گفتم، من مسئولیت رو قبول کردم، درسته؟ ولی اون چی رو که من نگفتم اصلا با سلیقه من با فکر من جور در نمیاد، خب طبیعتا نمیتونم دفاع کنم. یک بحثی باید قابل دفاع باشه. وقتی خودم همون الان شما این حرفایی رو که شنیدید، آیا حرفایی رو که بعضن میشنید قبول دارید؟ قبول میکنید؟ مثلا میگم فلان مربی اینو گفته، قبول میکنید؟ قبول نمیکنید؟ خودتون قبول نمیکنید؟ درست میگم؟ خب پس اول از اصلاح خودمون باید شروع بکنید. خود شکن آینه شکستن خطا. هر وقت ما اشکال و اراده خودمون رو برطرف کردیم، نوازی تونستیم دفاع بکنیم، وقتی که قاعدتا به حقانیتمون باید میشه که دفاع کنیم. البته خب من جواب دارم که خب شما مرکزیت این قضیه رو اومدید حذفش کردید، حالا این جریان خود مختار شد و هر کی ساز خودشو میزنه اون طبیعیه و دیگه که اینجوری باشه. خب شما اجازه میدادید مرکزیت باشه، اون وقت اون مرکزیت میومد جوابگوی تقلبات افراد بود و اجازه نمیدادید یه نفر خارج از اون روند اصلی چیکار بکنه؟ تقلب بکنه. تا تقلب میگن بابا این از من نیست، متخیل راحت میشد میرم. حالا اگر یک کسی میخواد عرض اندام کنه که فکر و سلیقه شخصیش باید، خب میتونه بسید مطال نبی نامه خوشو دیدین الان قضیه که بیشتر بچه‌ها الان هر جایی هم که اختلاف هست ما میایم میگیم چرا اینجوری، میگیم این استاد فلان جای سیدی اینجوری گفت. اصلا کجای مثلا تا هیچ نگذاری که باز نخواهید کشت، حالا اینو بحث میدم به نظر خود شما، بعد کلی ماجرا میشه که خلاص که اینجا دوباره نمیخوایم بیان جایز نگذاری، یعنی میخوای پیکنیک یاد نره میگم که بری برداری چی برداری. اتفاقا من این مثال هم دادم، گفتم میری پیکنیک، در پیکنیک شما لنگ یک چوب کبریت میشید، یعنی واسه رفتی نشستی اینجا دوردستی، حالا اومده غذا داخل میری که کبریت داده رفتی. حتی مثال زدم گفتم این شیر پیکنیک با خودش یخچال ساید بای ساید نمیبره، یه یخچال میبره، یه چیزی کوچیک جمع جور میبره، اینا همه توش مثلا مسائل بوده. دایش نگذاری یعنی یادت نره. یه فرصت داریم اینجا ما بدونیم فلسفه خلقتمون چیه، چی رو باید پیدا کنیم، اون چیزی که باید پیدا کنیم. خب فلسفه خلقت و اینا تو این رابطه سر کار گذاشته نشیم. حالا تا هیچ نگذاری نریم اون برور دیدیم که اصلا ماجرا یه چیز دیگه بوده. خب ما اینجا حقیقت رو فدای واقعیت کردیم، ما گفتیم واقعیت سر جای خودشه، ما نه مستازیم، نه تارک دنیا هستیم، نه گفتیم چی، نه میخوریم، مینوشیم، میریم، میان، ولی میشه واقعیت، حقیقت هم به شدت بمارش. ببینم من قرارمون بهشت نفر اینا اینا نفر درسته؟ درسته؟ خب نه اون بانه رو که میگیرن که آقا در آقا بیش میزن برید بشین گوشه درام نمیدونم کار نکنه، تلاش نکنه درام، ما آیا اینجوری اصلا صحبت رو ما یک ذره واقعیت رو دست میدیم. خب میخوریم، میپوشیم، میریم، میان، نه تارک دنیا شدن رو قبول داشتیم،
نه اینجور مسائل رو ولی دنبال حقیقت می چرا اومدیم از کجا اومدیم کجا میخوام بدیم آیا این جرمه که میخوام بدونیم بفهمیمش خب فلسفه خلقت رو که نتونستیم واردش بشیم به اون صورت و حالا یه مقدماتی صحبت کردیم ممنون تشکر خیلی ممنون تشکر یه مقدماتی صحبت کردیم از حلقه های الفبایی خب الفبایی رو اومدیم مثلا وارد شدیم که بدونیم به اصل ماجرا یک موقعی بپردازیم خلاص کلام سرتون در نیارم دوستان بعد وضعیتی هم نشستن زمین و اینها اینه که این تبدیل اگه برگردن به اصل ماجرا ما را نیتمون همین بوده بگیم بابا خیام بدبخت بیچارم که گفته تو هیچ نگذاره که نمیایی باز اون بیچاره هم با زبان بی زبانی در نمیدونم حالا شرایط خفقان زمان های خودشون مسائل مختلف اومده یه چیزی گفته حالا دیدیم که اونی که اونا فکر میکنن گفته باشه ولی یک خروجی منفی ما داریم ازش خروجی مثبت میگیریم این چه اشکالی داره تا هیچ نگذاری که نمیایی باز من دارم میگم که کلام من صحبت من این بود که مبادا بریم بعد ببینیم که اون چیزی که میخواستیم ببریم نبردیم خب چه اشکال داره حالا ما از این شعر خیام استفاده میکردیم استفاده کردیم درست شد اما اگه قرار باشه حالا بیان روی این ماجرا درست میشه و دیدم حرفای دیگه و رجوع نشه به بقیه صحبت هایی که بنده خدمتشون دوستان دست پس دادم عرایضی رو به قرار گفتم نتیجه گیری کردم که بخش نظری عرفان ما رو تشکیل میداده خب دیگه این مثلا امانت داری نیست و در خیلی از موارد هم عمدی نیست و در خیلی موارد عمدی نیست عدم توجه و عدم دقت استاد اجازه میدیم ما با این دوستانی که البته تا حالا هم این اتفاق افتاده و جریان داره یعنی هم در عالم بسیار فضای مجازی هم در عالم عینی برخورد میشه با دوستانی که میان اون برداشته شخصی خودشونو به در واقع اسم مضمون میگن یا میان تفسیر میکنن فرمایشات شما رو میان خودشون با برداشت خود تفسیر میکنن این همین جریانی که در مورد فکر کنیم قرآن مطرحه تفسیر که میکنن هر کسی برداشت خود بله ما الان 359 تفسیر قرآن داریم خب 359 شما اجازه میفرمایید دیگه مشکلی که نیست ما برخورد این که نهایت محبت شما و من خواهش حالا که شما فرمودین چون باز من دو الان همچه خواهشی رو نکردم فقط همون درد دل کردم که تو با اون مشکل اون بود ولی حالا که شما میفرمایید و حالا زحمت کشید تا اینجا داشته بودیم میدونید پیام برای این قضیه باشین که به دوستان پیام بدید حالا فضای مجازی فیران بیسار بمانه که بابا به اصل موضوع رو از دست ندیم فریاد رو اجازه بدیم تا برای بعد و بپردازیم به مسئله امانتداری شرط اول قضیه است ببین به ما نگاه میکنن به مجموع ما نگاه میکنن که خب این مجموع عرفانی با این حالا قابلیت هایی که من چون برای اونا نوشتم برای شما میگم کم نظیر من الان داشتم به دوستان قبلی گفتم تا امروز کسی از زبان من تبلیغات نشد ما هر کس اومده مجموعه ما با معرفی و شهادت دیگری اومده هیچ وقت من به کسی نگفتم بیا برو حتی به یعنی به هیچ کسی هیچ نوع تبلیغی در تهیش توی روی این سالا هیچ موقع من نردم ولی مطلبی رو که اونجا عنوان کردم اینه که جامع ترین کامل ترین ساده ترین فراگیر ترین و و و و و سنت هایی که شکسته شده در بحث عرفان اینه که پابلیک شدنش بحث به اصطلاح آنان که اسرار حق آموختن مور کردن دانش دوختن ما زدیم تو این ملاز این که یه انقلاب بوده که یعنی چه هر کی هر چی بلده باید بیاد وسط بریزه یعنی چه آنان که اسرار حق آموختن
مود کردن و درمشتون. یعنی حتی حالا من اصلا این موقع این چیزا نگفتم خیلی بحث هست، یعنی که یعنی در واقع عرفان هست، یعنی اعتراضی بوده به اینکه این مال عرفان نیست، این مال دنیا عرفان نیست، این چیز درسته که میانم که آقا حالا مثلا در تمام این مدر برای من میگوزن که این نیاز برای خودت بود، خودت بود مردی داشتی فقط برای خودت بود، چرا آمانی در حالا حتی در زمان قبلم در جای دیگری هم که شهودی از بین خودتونم دارم اینه که این درست، اینا درست، ولی فقط واسه برای خودت نگم داشتی. خب من اصفایی میکنم این عرازتان تکمیل میکنم خدمتون و مشکل تو برای دقیقا همونه، ولی نه قضیه به اصطلاح چیز دیگریه، مسئله اینجاست که وقتی گفتن چرا تنها اومدی، خب قبول کردی که به بقیه بری، آنان که اصلا رقام بودن دیگه اصلا معنا نمیده. خب چون باید میگن تو خودتو فقط نجات دادی، تو فقط به فکر خودت بودی، حالا عقیه بقا به فکر دیگران باشی مجبوری حرف بزنی، مجبوری خودت رو در معرض حسادت قرار بدی، در معرض نمیدونم مسائل مختلف قرار بدی و خطر کنی بدون باها، که نمیشه این کار صورت بگیره. و به نظر من اصلا مهم نیست که این کار رو انجام بده، چون اگه من انجام بدم میگن چرا ایشون، اگه ایشون انجام بده میگن چرا ایشون، هر کی انجام بده میگن چرا ایشون. خب کی بالاخره یه نفری یه دفعه در آن واحد با هم ده نفر که میان یه کار مشخصی رو انجام بدن، شما هر جور حساب کنین یکی جلوتره. خب حالا انجام بده، ریسکش هم پذیرفته، خطرش هم پذیرفته، همه مسائلش هم پذیرفته، دیگه فرقی نمی‌کنه. حالا بقیه میخوان هر کسی یه جوری از این نمک برای خودش یک کلا درست بکنه و حالا خیلی مسائل مختلف این ایجاد اشکال و خدشه میکنه. بنابراین این زحمت رو همه دوستان بکشن و این پیغام رو حالا فضای مجازی رو به هر صورتی که دیگه ممنون اینی که قرار باشه دریافت شخصی که فقط برای خود فرده، یعنی باش تمرین میدن، مشق میدن، چیکار میکنه، هر تو موسیقی فرزن یه استاد موسیقی به شاگردش، به این شاگرد یه جور نوت میده، برام یه جور باش کار میده، با اون شاگرد یه جور چیز میکنه. خب حالا این هوشمندیه با ایشون یه جور با آگاهی ها بازی میکنه، با ایشون یه جور بازی میکنه، با ایشون یه جور بازی میکنه، ما نمیدونیم. این اگر ایشون بیاد بگه که اون سبکی که شما داره موسیقی یاد میده اون سبک من بهتره، بعد ایشون بود، بعد اون بود، بعد اون بود، بعد آخری همه بوم را رفتن خودشون هم یادشون میده که خب از بالاخره که چی، خب کدوم درسته کدوم غلطه، بعد خودمون گیج و وزیلا کامپیوز شده دیگر بودانه که بس بود. این نمیده برگردیم بگیم که آقا یعنی باید به عقب برگردیم، خب آخرین چیزایی رو که داشتیم دیگه از اونجا به بعد ممنون که کسی بیاد بگه که آقا عرضه، یعنی یه منی مطلب بکنه که آقا نه من مثلا این حلقه اینجوری، اون فلانه اینجوری، این فلانه اینجوری، بیام اینو رسمن و دیگه زیدیم دارم آشکارا و چی، همه با هم وقتی این کارو بکنیم ادهی که متاسفانه در بین ما هم متاسفانه نکوز شده، شما نمیدونید، من حالا نمیخوام زیاد باز بکنم که این قضیه رو، متاسفانه این جریان برای خودش اهمیت داشته به طوری که ادهی بیان نکوز کنن و بیان به زبان ما بیان، بیان مثلا مساله ما با مدارک ما باید شروع کنن حرفای بزنن که اون حرفا اسم مستند بشه برای محاکم و مراجع و نمیدونم این صحبت ها. متاسفانه این کار صورت گرفته و ما باید حواسمون جمع باشه، اگه بیایم این کار رو بکنیم اونا هم چی میشن؟ یه دفعه دستوهاشون بسته میشه، چون تا بیان یه حرف خارج از رویه بزنن انگشت نما میشن که
ایشون هم مثل که خب یعنی توی هم اینجوری بودم که هر کس حرف خارج از اون بزنه با اون نفوذیش تفاوتی نداره. حالا میخواد عمدن سهوا باشه، عمدن باشه، اینا منم البته میگم عمدتا اگه از غیر از اونا باشه واقعا عشق و علاقه و بلا، ولی بعضا ممکنه که کم توجهی بشه، ولی باید برخورد بشه. بله. دوستان این پیام دیگه خیلی روشنه دیگه، استاد دارم میگم آخرین مطالبی که بنده گفتم بعد از اون هیچ چیز اضافه ای ما نگفتیم، هر کسی حلقه میاره نمیدونم کلاس دوره ده رو میذاره اعلام میکنه نمیدونم فلان چیز موجودات فلان چیز فلان حلقه رو در گوه جمعی هم میشه اعلام کرد، بعد اینو به شکل مجازی در همه دنیا پخش میکنن، ممنوعه. استاد دارن صریحا میگن ممنوعه اینا، برخورد کنید. البته تو بحث برخورد قبلن توضیح دارم، خدای نکرده بحث خودش شکنی بحث نمیدونم اون چیزهایی که بعضی ها میتونن از نابیگه لاغذ باشه، نه امر به معروف و نهی از منکر برای خودش شرایطی داره، داخل اون شرایط خدای نکرده حریم کسی شکستی نه نه منظور حریم نیست، بالاخره ما باید از حریم مجموعه و عرفان عمده دفاع بکنیم، حریم برای ما مهمتر از این با رحمت با رحمانیت رحمانیت، ولی در هر صورت حریم مجموعه مهمتر از حریم شما. من مذارت بخوام یه سوال من دارم، خدای نکرده اگر زمانی که شما برمیگردید امیدواریم که هر چه دودتر تو جمع خانواده و جمع دوستانمون برگردیم، اگر زمانی طولانی شد وظیفه هر کدوم از ما چی میخواد باشه؟ اینکه اصطلاحاً آیا اگر من نوعی اومدم حرکتی کردم تخلفی کردم یه مورده، آیا به حساب شما میخواد نوشته بشه یا به حساب شخصی من؟ اجازه بدید من جای استاد چون ایشون بازنشسته شده این گفتم ببینید از این چیز نشنویدیم استاد روشن فرموده من او بازنشستگی میبینم سلام ایشون هیچ فعالیتی انشاءالله این مبخصی تنبید میشه، یه اگرم تنبید نشد اومدن روز تربیرون ایشون هیچ فعالیتی نخواهم دارد. دو اگر ایشون صلاحی نبود که بیان بیرون، طبیعتا همین محورهایی که صدای اعتراض در قالب حقوق بشر زندانیانی نظیر ایشون بود که زندانی عقیدتی به سیاسی هستن، وظیفه هر مسلمان و هر انسان هستن به عنوان همینو باید فریاد بدن، اونم داخل به هر حال شاخشوبایی که انشالله با عرب جنگی بله بهش میرسیم. بهتر این نوع سوالات از زبان استاد به هر حال این بخش پس میتونه آتش به اختیار باشه در نه آتش به اختیار نه به این معنی که بله ببینید آتش به اختیار هم در قالب یک وحدت باید باشه، هستن دوستانی که به هر حال دیدگاه های استاد آشنا هستند و میدونن که نظر استاد راجع به این مسائل چه میتواند باشد و انشالله اگر این اتفاق اول نیفتاد به موقع اطلاع رسانی میشه. شما خودتون هر چیزی که شما دارید برای ما بگید استاد من خواهد استاد یک نفر رو تو بچا یه ارتباط هر کو هم بدی یه ارتباط هر کو دیگه تو نه هر کو هم بدی در این خصوص من خدمتتون عرض کنم که من تکلیف خودم میتونستم معلوم بکنم که معلوم کردم که من اگر اون دوست باشم برای خودم رسالت دفاع از حقوق بشر رو و جلوگیری از جرم و جرائم رو به دیگه انتخاب کردم و اصلا بحث عرفان میره در یه حاشیه و از کنم در داخل زندان نهضت دفاع از حقوق بشر رو من در اونجا پای گزارش میکنم. اگر بودم اگر که مشهود آزاد میشه همونطوری که خدمتون عرض کردم که ما تون دید موسول و فلان و بساش
و صحبتم بوده و خدمت میگفتم دیگه فعالیتی نخواهم کرد. خب فعالیتی نمی کنه میاد و مسئله منتفی میشه. حالا شکایت ها میمونه، حالا چون به صورت های دیگه هم بالاخره این قضایا در جریان هست، ولی ما برای اینکه مجموعه همون دوچار دست اندازی نشه از اون شکایت ها را هم چیکار میکنیم، چشم پوشی میکنیم. درست شد که این تکلیف من نمیتونم برای دوستان برای شماها دیگه نسخه بشم که بگم این به اصطلاح چیکار بکنید چیکار نکنید. من تکلیفم اون تو من معلوم. حالا هر کسی دیگری بر حسب از کنم خدمت شما موقعیت خودش مسائل خودش اصلا اعتقاداتی که نسبت به حقوق بشر از نسبت به مسائل که داره دیگه نمیدونم چی کار بتونه بکنه. اون دیگه حق هر کسیست، خب حق بشری، حق حقوق بشری دیگه. حق هر انسانیست که چی کاری بکنه یا نه. در این خصوص هم چون به اصطلاح قرار بوده و قرار هست که دیگه من در خصوص اعتماد کیانی منبر نرم، اینه که گفتم اعتراضات نسبت به گذشته بوده خب و نسبت به اینکه ما از کجا ضربه خوردیم، این جلوی این ضربه رو بگیریم، توجه فرمودین، جلوی ضربه رو بگیریم حداقل آبروی خودمون حفظ کنیم. توجه میکنی ایرادی که دشمنان میخواد به خوب به ما بگیرن ما خودمون از خودمون بگیریم و بیه کلاه خودمون اینجا قاضی بکنیم، بگیم ما با حالا درست شد که اینجوری فلانه، بعدم مقصر نبود، مرکزیت از بین رفته، مدیریت از بین رفته، این جریان بدون مدیر و بدون هیچ برنامه خودجوش بالاخره اومده جلو. تازه خیلی هم از یه نقطه نظرهایی انحرافاتش نسبت به پیش برداش خیلی خیلی کمتر بوده. خب به هر حال در رفع نقص نسبت به گذشته داریم صحبت بکنیم که حیثیتمون رو حداقل تا اینجا حفظ بکنیم و حقانیتمون و اینکه اومدیم اگه وقت گذاشتیم اون گذاشتیم که خب واقعا همه دوستان بعضی ها خیلی از زندگیشون مایه گذاشتن، این قابل اغماز نیست واقعا، توجه میکنیم. و حالا به خاطر سلنگاری یه نفر دو نفر آبروی همه این آدم هم بره، حالا خود ما آبروی این همه انسان های بزرگواری که توی این حالیه واقعا میگم من شهادت میدم، امیدوارم که یه روزی بتونم مثلا خاطراتی از این قضیه بنویسم و بگم که تک تک افراد چه کارهایی چه خدماتی کردن چه جوری بوده و بدونید. حالا گرچه میدونم خود اونا همچین انتظاری ندارن و خود مجموعه هم دیگه حالا بالاخره این وادی ارگان وادی این تعریف و تمجید ها و اینا مثلا شاید نباشه، ولی به هر حال سپاس و قدردانی از انسان ها، سپاس و قدردانی از خداوندی. نگذاریم این زحمات و تلاش های این دوستان هم هدر بره و حالا شاید بالاخره این مجموعه موضوعات و تحقیقاتی که تا اینجا اومده حالا در آینده به درد انسان ها بخوره. حالا که این زحمت کشیده تا اینجا اومده ای با اون نقاضش رو بذاریم کنار، ازش رو اصلاحش کنیم، نگرش داریم، خب نگرش داریم با این امید که شاید حالا یه روزی به درد بخوره. حالا اصرار نمی کنیم که همین الان چی بشه چطور بشه بیزار بشه، منظور اینه حالا به هر زبانی به هر صورتی به هر شکلی این رو به همه دوستان برسونیم، داخل خارج، داخل کشور خارج از کشور و همه عزیزان که بابا مسئله این داد اگه میخواد خدمت بکنیم این خدمت رو. اگر که نه بحث منم و مثلا این هاست که خب دیر یا زود وقت این سره و ناسره بالاخره معلوم میشه و ما یه سری عواملی که ممکنه در بین اومده باشن و این چیزا رو دارن رایج میکنن خب دلوش گرفت میشه. ممنون.
ببخشید ما وارد کلاس بی کلاسی نشدیم. ببینید خیر ما از من توضیح دادم، ما حتی الفبا رو تکمیل نکردیم. الفبایی که یک کتاب باشی نمیشته میشه با الفبا. حالا شما از داری شروع کنید که تازه الفبا نمیشته میشه، آیا هر کسی الفبا رو بلد باشه میتونه یک برداره مثلا یک کتاب قابل توجه بنویسه؟ نه، قبول داریم؟ خب وای به حال اینی که این الفبای ناقص هم باشه. مثل بچه مثلا که کلاس اولی رفته، حالا هنوز مثلا نصف الفبا رو خونده، مثلا میگیم حالا یه موقع خدا نکرده چیز نشه، قیاس معالفارقه، خدا نکرده جسارتی نباشه. من نسبت به آن چیزی که اومدم تونستم وقت بوده دوره گذاشتم میگم که این ناقصه. خود من دارم میگم ناقصه. بعد یه دی بیان میگن که نه این کلاس بی کلاسی فلان، من دارم میگم ناقصه. استاد همین ناقصشون اگر ما میتونستیم روی خودمون پیاده کنیم، خب یعنی الان سوپر آدم ببینید. هنوز این ناقصش هم روی بله من خودم عرض میکنم پیاده نشد. شما درسته که بحث ناقصه، ولی هر پلش یه مرحله ما رو برده بالاتر، قابل مقایسه با افراد قبل از این ماجرا یه پله ما رو برده بالاتر و یه کارایی رو به ما عرضه کرده و نشون میده که به زلای انسان تو توانت بیشتر از این چیز خبر نداشت. تو این پیامش حالا ازن ما داشتم خیلی ها مثلا فرض کنید پزشک بودم فلان در طول سال اومده یه دوره فرادرمانی دیده، همونم رفته داره استفاده میکنه، کلی هم راضیه، چیز دیگه هم به درش میخورده، همون یه پیلش به درش میخورده برداشته. و صد رحمت بهش که با همون قناعت گرده رفته داره چیز میکنه، تو اینکه یکی بیاد چیز کنه بعد از آجیز رو خاطر رو میکنه بیزار کنه. خب ما باید اینجوری نگاه بکنیم و یه ارتقا و یک فرازی رو که دنبالش هستیم پله پله هست، یعنی وقتی آکادمیک میشه پله پله هست، دقت بکنید پله پله درس به درس باید به صلاح بیان جلو و دست شما درد نکرد. شما کرامت چندانی از من ندیدید. بفرمایید که من با چی و چطوری تو یه چیز هم زدم شما دادن مراقبش هر خرام معلوم چون یه کرامت معنی مقدار دوچاره شما نه بعد دوستان استاد یه اتحاد اعلام کنید تا متوجه عرض کنم با اون جلایل که شیدن نمیتونیم ولی چه من یه مزاری شما اعلام بازنشستگی کردی بچه ها که اعلام نکردن همون به شما شما بخورید نه بخورید من میخورم اتا ما باید باید سالان کردیم ما که دستور از برنامات بالا بود قلوب قلوب میخورم برای اون کرامت رو با من نمید. در این صحبت هم توی به تنزیم خب بنابراین تا مجال این که حالا ما نمیدونیم از هم دیگه وسیعتی صحبتی هم نمیشی کرد در خصوص وضعیت آینده، ولی که می کارو بکنیم واقعا قدم بزرگی برداشته شده و خدمت بزرگیه و بقیه موارد هم که صحبت شد
شما فرمودید اونم دیگه شرایط زمانی که یادو قایم دید اونجا متوجه میشیم که چیکار باید کسب. من اگر اجازه بدیم چون دیگه خیلی جوان نیستم یه توصیه اگر اجازه بدیم برای شما بکنم. فکر میکنم خیلی از ما در واقع از صمیم قلب خواهان حفظ وجود شما هست و این هر چیزی که لازمه که شما اونجا انجام بدین هیچ مشکلی نیست. یعنی تعهد بدین آقا من هیچ فعالیتی نمی‌کنم، هیچ کاری نمی‌کنم، ولی تشریف بیارین راحت زندگی بکنیم و وجودتون سالم بمونه. ما اینو می‌خوایم، بقیه کارا رو ما خودمون بلدیم. ما فقط ببینیم وجود شما هست همون شد. خیلی ممنون، متشکرم. ما اینو می‌خوایم. در صورت ما تا همینجا شما از همه دوستان واقعا ممنونیم. واقعا تشکر صمیمانه و قلبی خودم رو واقعا از تشکر دوستان عزیزان واقعا اعلام می کنم. پذیرفتی رو دوست دارم پیشنهاد منو پذیرفتی. بله بله البته دست بزنیم. بله هیچ انتظاری من شخصا از کسی ندارم، مخصوصا اینکه افراد بخوان حالا به این شکلی حالا این مسائل و مشکلاتی که وجود داره، اما دیگه حالا ببینیم خود را بگوید از که چون باید کرد. ما که با توکل به خدا میریم جلو ببینیم چی میشه دیگه. خیر است جانم که من اصلا از سر با سرشوهر خب به موقع کشه بگو از این مشاهدات روابط هم آزاد هست و از این بابا حالا چه بله از کنم خدمت این مطلب رو صحبت شده با بنیانگذارانش صحبت شده و اشکالی که یا مسئله که وجود داشته بحث شده. انشاءالله قراره که به طور حالا رفتی بشه این مسئله. توجه بکنم من از این در قالب این مثالی سعی میکنم که این مطلب جناب عالی رو توضیح بدم. اینی که ببینید ما مثلا فرض کنید که توی عرفان نظری میدیم که بریم میریم و یه جای جنتی مثلا هست که لا تضاد خب در لا تضاد و حالا یه چیزی ما نیستیم تصور کنیم که لا تضاده پس چی هست که اون چیزای دیگر رو که نمیتونیم. لا تضادی برامون مثلا فرض کنید مبهمه که یعنی چی. لات وقتی بگیم لات تضاد یعنی نه به اصطلاح خیر معنی میده نه شر معنی میده. کفر و دین در بر عشاق نیکوکار یکیست. تو عشاق نیکوکار اونی که رفته اونجا دیده حالا متوجه میشه که بابا اگه بیاد اینجا این براش یکیست و نمیدونم نور و ظلمت و دودام عدل و داد و جی و ظلم و اینا که معنی چیه. وقتی گفتیم لا تضاد یعنی همچی چیزی در اونجا وجود نداره. ما اونجا باید یه چیز تجارب دیگری رو مثلا واسمون تجربه کنیم دیگه. اونجا درگیر تضاد نیستیم. حالا درگیر چی هستیم نمیدونیم بگذاریم. خب از اونجا اون رفتیم به اصطلاح شهود کردیم حالا اومدیم اینجا.
الان که اومدیم اینجا واقعیت اینجا حاکمه. دوباره اومدی حالا خیر و شر وجود داره اینجا. اگر این واقعیت دیگه بود این در برای اجاق نمیدکار یکی همونه که متهم به چی میشی؟ بر ریختن خونه. خب این اشکال برای اینه که اگه اونجای نرد بزنه درسته، اگه اینجای نرد بزنه غلطه. درست شو؟ خب ما حالا اینجا بازی با واقعیت های اینجا حالا اینو دست من دادن، این نشانه یا یه چیز در تضاده، یعنی تشنگی من رب شدنش یا خوشنگی من مسائل دیگه. بنابراین اون چی که من در لا تضادی شهود کردم فقط برای این بوده که بگم بابا جان اونجا یه همچین چیزی در انتظاره، یک دورنمایی رو به من نشون بدن، درکشم بدن. فقط دورنما نباشی، یک چرک هم بزنی، حالا یه آموزه، یه قلوب هم سر بزنی بکشی ببینی که حالا چه مزهی هست اینی که میخوام بهت بدن. ببین عشق اول، عشق دوم، عشق سوم، فلانی اصلا بحث گسترده و عمیقیه. خب عشق بی ابزاری، هوش، خلاقیت، خالق یک، دو، سه، چهار. منم خالقم، شما هم خالقیم، ما خالق چندومیم؟ این لیوان کی ساخته؟ این لیوان کی ساخته؟ بشر. ببینید ما در سطح خودمون، بنابراین آیا من ما هر چقدر رحمان باشیم با یک پله بالاترمون میتونیم به اون اندازه رحم باشیم؟ نه. هر چقدر اینجا عشق رو بفهمیم آیا عشق مرحله بالاترم میتونیم بفهمیم؟ نه. بالاتری که میتونیم بنده ما یه همه زور میزنیم نمیدونیم که توی این مرحله که هستیم هنوز آیا واقعا عشق رو درک کردیم؟ خب بنابراین حالا یکی بگه که خب من مثلا عشق دو، خب عقل اول دام، حالا عشق اول، عقل اول، عشق دوم، اینا یه بحث های خیلی مفصله. اینطوری نیست که ما این مختصر اونجا تو آوردیم که فقط بشه یک اشاره‌ای تا شما هم که برخورد کردین تو ارتباط و فلان مثلا بدونین یه چیزی اگه برخورد کردین درسته، آدرسش درسته، مثلا تو بدونین که در واقع تفاوتی، تفاوتایی که وجود داره چیه. سه خیلی دلایل دیگه. الان یکی چیزی یاد بدید که نمیدونم مرحله دوم، عقل دوم فلان و اینه اونجا مثلا علم محض، حالا علم محض این اون فلان، اینا همه بی اعتباره، اینا همه باعث سردرگمی نمیدونم اطلاق انرژی ذهنی بقیه. حالا چقدر انرژی ذهنی البته بعد نیست بگیریم اونجا ما درگیر بشیم فکر کنیم، ولی وقتی که بیاد ملاک قرار بگیره همون میشه که الان ما داریم زرده میتونیم. باور بفرمایید همین مورد یکی از عمده ترین چماهایی بوده که توی زندان وجود داشته، دقت میکنید، و مطرح شده و حمایت هم شده. توجه میکنید؟ جالب اینجا براتون به خدمت میگم که یه مسئله انقلابی بیان که حمایتش هم کنن به صورت نامحسوس که خب خیلی خوبه، آره، و چی باید بعد از این به اون خودشون انتقال بدن که آقا و ایشون خب چرا؟ چون فردا وقتی خوب برد شد و چی شد بگن آقا خب ببینیم این مسئله چی میشه؟ چون نمیتونه پاسخ بده، چون ریشه نداره، خودمون هم قبول نداریم، با مثلا به وسیله همچین چیز خودمونو نابود بکنن تو دل خودمون، خودمونو در واقع بی حیثیت بکنن با توجه مطلب نسنجیده ای که اصلا معلوم یه چیز دیگه بوده، در نهایت یه چیز دیگه در اومده. مطلب واقعا خوبیه، مطالبی که روش برای کوبیدن این ماجرا
سو استفاده میشه. همین هاست که خودمون بهانه ها رو در واقع دستشون دادیم و خودمون ایجادش کردیم و خودمون نمیدونم چیکار کردیم و وسیله موثری گذاشتیم در اختیارشون که هر چه قصد نیستن بکوبن بسیار بکوبن. معذرت میخوام استاد. نه استاد راجب خودی لیوان جمعی میگونم راجب این جنگ تششعاتی که الان توش هستیم و حملات هم واقعا خیلی در حد تیم ملی شده. ببینید یه بحثایی مثلا بحثایی در این زمان شده که دورنمای دست ما بده که به اهمیت یک سری چیزایی توجه بکنیم، دقت بکنیم و بدونیم که خب چه چیزهای امکان داره رخ بده که صرفا جنبه مادی و میدونم براینا نداشته باشه و یه دیدی رسلا بود. حالا در حال حاضر مشکل ما این مباحث نیست، یعنی چیزایی که اولویت داشت مثلا اومدیم بحث کردیم صحبت کردیم، این مسائل فعلا در حال حاضر چون یه عده نمیفهمن وقتی شما میگید مثلا جنگ تششعاتی فکر میکنن که الان چه اتفاقی مثلا میخواد بیفته چجوری میخواد چی بشه و خلاصه کلام و خیلی سربسته اینا دیگه جز چیزایی نیست که فعلا ما اولویت در رفع نقایص خودمون، نقایصی که خودمون قبول داریم که اینا وجود داره، حالا میتونه مورد بهانه قرار بگیره. حالا روزنامه هم خوندین اونجا برگزاری کلاس فلان نمیدونم بدون پوشش اسلامی مختلف، یعنی در واقع پارتی رو معرفی میکنه. من خودم نمیدونم ما واقعا کسی همچین تخلفی کردی یا نه، ولی ممکنه بعضا حالا نده این شکل یه صورت های خفیفتری مثلا رعایت حجاب و پوشش اسلامی توی یه جای نشده باشه. دقت میکنی اینا رو بهانه خلاصه بتونیم دست کسی ندیم. استاد برای جلوگیری از یه سری شایعات خیلی لطف کنیم این سوالایی که من میکنم لطفا جواب بدیم اگر ممکن. ما استاد از اولی که دستگیر شدیم بازداشت شدیم تا حالا توی انفرادی هستیم. خیر ببینید من سال گذشته در انفرادی بودم تا چند ماه بعد که مثلا اعتراضات و مسائل مختلف بود و این حرفا، بعد دیگه همسلولی میذاشتن که اسمش انفرادی نباشه و کلن تا آخر سال دوباره آخر سال دوباره درگیری و فلان که چرا بند عمومی فرستاده نمیشه که نهایتا موفق نشدم، ولی به مثلا بند بزرگتر که نهایتا دو نفر سه نفره باشه نهایتا عمدتا دو نفره ولی بعدا سه نفره، ولی به طور کلی چیز دیگه قرنطینه است و به اصطلاح حالا دیگه استاد از 15 آذر ماه تا حالا شما در اتصال فضا هستید. ببینید اینا چون تو فضای مجازی وسیع پخش شده و خیلی مسائل به وجود آورده، یعنی یه عده میگن که ماها استاد جواب میدن، مثلا میگن که استاد به استاد کالبد فیزیکی خودش که مسئولیت داره در قبال اون ظلم نمی کنه مگر اینکه یه شرایط خاصی باشه که به اصطلاح به عنوان اعتراض کردن به یه مطلب خاصی. بله ببینید من البته نمیخوام خیلی وارد این بحثا بشم. بله نه بله میدونم به اصطلاح بحث چطوریه
ببین دفاع از حق، حالا البته این به ما اصلا مربوط نمیشه، باز قیاس مرفاره بود. در یه جایی یک کسی باید در یک زمان یه قرص سیانور رو زیر دندونش چیکار کنه؟ حتما بتره. اگه نداره کنه خیانت کنه. همون خودکشی که فرضاً ما صحبت کردیم که آقا چه نمیدونم این است و آن است و مظلومه، توجه میکنه در یه جا اگر نه اگر این کارو نکنه خیانت. درست شد؟ این سربسته کفته. پس مطلق نیست، نسبیه. در حالت عادی داره گفتیم که هر کسی یک اثر هنری غیر قابل تکرار فلان زمان اون صحبت ها، و اگر بیاد این اثر رو از بین ببره باید در یه جایی توجه میکنیم، یه جایی این اثر هنری وزن دیگه پیدا میکنه. شما مثلا میبینید که در زمانی که دشمن حمله میکنه هر چی که نتونن ببرن میکنن، این پل خودش پلی که برای چیز کردن اگه منفجر نکنن مسئول چیز باید محاکم نظامی بشه، باید در دادگاه ما رو چرا پل خودمونه، چرا این تانک رو جا گذاشتیم، چرا اون نمیدونه انبار مهمات رو منفجر نکردیم. ما رو خوب ببینید، بنابراین اونا اون بحث ها به صلاح در جایگاه خودش اونه، در جایگاه اینه بلاسی. در خصوص حالا نیدی شما سوال می برمایید، خب دوستان بیرون مرتبه ارتباط تازه و بعضی چیزها رو اطلاعات داشتن، من خودم ترجمه کردم که این اطلاعات در کجا در نه اینکه ترجمه باشه، چون میدونم که ببینید شروع و خاتمه بسیار دقیق بود در نمید. کلن من 7 بار اتصاب غذا داشتم از توی این سری قبل 20-25 بود، یعنی اون موقعش به صلاح بوده این با، یعنی با این سری میشه 8 بار، ولی خود این بار میشه 7 بار. حالا وقتی که به صلاح به یه جای میرسه به دلایلی یا مذاکره است یا فرانه یا چیزهای مختلفه، مثلا یه منقطعه میشه اون اتصاب غذا، برای اینه که خب میگه کاغذ بده، میگه نمیدم، میگه شکایت دارم، میگه بیخود دارم، میگه که اینو باید بره در دادگاه، خب نمیشه، هیچ کاری دیگه نیست، یعنی هیچ کاری از دست شما بر نمیاد بیرون، فقط که میتونی اینجوری اعتراض خودت رو شکار کنی، بیان کنی، خب یعنی از جون خودت مایل بذاری که اعتراض رو بیان بکنی، هیچ کاری دیگه نمیتونی کنی. خب بنابراین حالا که خاطره پیدا میکنه بیرون، حالا اون کسی که اون مثلا فرض کن دوستا رو داشته رو چی که داشته اینا، یه مسئله دیگه یه امیدی هست که مثلا خودشون بیان مثلا بعضی چیزا رو بذارن هم که از اتفاق افتاده چیزایی و بعد از اینکه خون اومدن اینا گفتن ما گفتن مذاکره کردن، یه شرایطی اعمال بکنن که بعد یه نوی تجزیه بشه، بعد بگن که خب که مثلا فرض کنید که همه شایع پردازن، همه مخالفین دارن بلا میکنن، همه دارن بیزار میکنن. خب بنابراین که مسائل یه خورده پیچیده است به علت ایزوله بودن، به علت خب اونام برای همین بند عمومی اینا نیست، به خاطر همین بنده. به هر حال ما امیدمون بر اینه که مصالحه، خب من اینم میگم که اثر سوی احتمالا چیز باشه، ما نمیخوایم چیزی باشه از تو پاش بیفته به صلاح دفاع از حق، دفاع از حقوق بشر، دفاع به حق بیفته، خب پاش بیفته به هر شکلیش، ولی فرق این صورت ما جنگی نداریم، مصالحه صلح با دیگران خب هست و دنبالش هستیم و امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته و چی منابع از آسیا بیفته مشکلی پیش نیاد. مخصوصا من بیش از خودم برای سایر دوستان نگرانی داشتم و دارم و که بلکه با حل شدن مشکل خود من مشکل سایر دوستان هم تخفیف پیدا بکنم، مثلا بتونیم بریم اونا رو هم حل کنیم، اونا رو هم چیکار کنیم. الان من ممکنه بدونم که هر کدوم از عزیزان چه وضعیتی دارن، چه جوریه و خلاصه خیلی به باعث نگرانی باشه که
حالا بی خود و بی جهت واقعا دچار مسائل و مشکلات شدن. حالا اینا رو چیز داشته باش. البته خب من که انتظاراتی که بودید دارین که من اصلا هیچ چیزی در این خصوص که اصلا اتصاب غذا نمیدونم درگیری ها مسائل مشکلات اینا مثلا بیرون نباشی بودم خب همه چی خوب بوده فلان بود. ولی خب من بارا گفتم دروغ نمیتونم بود. خب و آن چی که بوده اگر حسن بوده اگر عیب بوده اگر چیز بوده اینا رو به صلاح میگیم دیگه. حالا خیلی ممنون. خواهش حالا سریع نمیده اقلا یه چیزی به من نشون بدین. بله ببینیم بله ببینیم یه مطلبی که خب حالا از اول عرایضی که خدمت دوستان کردم اشاره کردم که داریم به نقایص موجود تا اینجا اشاره میکنیم، یعنی چیزی که برامون درد سرساز شده اشاره داریم میکنیم. هر جمله که با روزنامه نوشتن اینجوری روزنامه با خود من همینطور صحبت رو هست داریم به اون موضوعات اشاره میکنیم دقت میکنیم و داریم به یه سری اشکالاتی که حالا اگر یه دوستی داره فعالیت هم میکنه بعد یه شاخ و برگای هم اضافه میکنه، یعنی خود فعالیت حالا یه بخش داره اضافه کردن اون شاخ و برگاست که ضربه اصلی رو داره به ما وارد میکنه. توجه میفرمایید اینه و بعد خیلی از مطالب رو حالا با توجه به اینکه میگم من قبول کردم که فعالیت نکنم دقت میکنید، خیلی مطالب دیگه من عرض کردم برای کسی نمیتونم تعیین تکلیف کنم، حالا به یه صورتی سربسته خدمت رو عرض کردم، فقط خدمت رو عرض کردم که ما نگذاریم اجازه ندیم به اسم ما کسانی بیان و مطالب خارج از موضوعات اصلی خودمون رو بیاره و عنوان کنه مطلب بکنه و که باعث بشه به کمک اون ما مورد حمله های مجدد و غیره و اینها قرار بگیریم. عرایض از این صحبت ها از نامر به گوش ما میرسه. آره عرایض بنده اتفاق شده استاد اینو گفتن نتونه که اصلا همچین چیزی ما نشیدیم ما که دسترسی به اون شخص نداریم. نه ببینید هر کس که یا هر جایی گفته شد که به اصطلاح این موضوع که موضوع به درس مربوط بوده، چون من برای کسی درس خصوصی ما نداشتیم، ما هر چی بوده برای همه بوده بود. به هر حال حالا غیر از این که مثلا شما فرض کنید یه جایی بودیم مثلا ما دو نفر بودیم ایشون یه سوالی پرسیده من اون سوال رو جواب دادم، ولی هیچگاه خارج از چیز کلی نبوده که من بیام یک مثلا فرض کنید مال یک دوره مثلا فرض حالا منتظر دوره نو بودیم مثلا میام برای ایشون بگم بعد دیگه کسی مطلع نباشه، مثلا این به عنوان مثاله. بنابراین هر جایی که گفته شد که ما یعنی به این منزله که خصوصی یک بحثی مطرح شده و حالا اون میخواد بیاد این مطلب رو به مجموعه ارائه بده، فعلا همچین صحبتی اصلا نیست و به طور کلی منتفیه. درست شد؟ به طور کلی منتفیه. بذاریمش کنار، حواشی و زواید و شاخ و برگا رو بذاریم کنار و دیگه حالا میدونم تکرار مکررات میشه اگه من بخوام بیشتر من درخواست من بود با زبان شعر. بله بله بله.
من برای شرمنده شما را میشه دمه در نگه داشتون اصخایی میکنم. خیلی متشکرم. بعضا اصخایی میکنم شما میشه سر خون نگه داشته شدیم. دست اون دست یکی از تعهدات من اینه که در مجامعی در محفلهای شرکت نکنم. بله ببینید در همینم باز باید معذرت با توجهی که بعضی دوستان مایل بودن که حالا به یه شکلی سوالی به یه شکلی چیزایی دیگه، ولی از نقطه نظر اینکه انعکاس اینجوری نداشته باشه و بعض در واقع این افتخاری نصیب من شده دوستان برای دیدار عید و اینها به من این افتخار رو دادن، اینو اینجوری تلفش کردید. دقت می‌فرمایید که کارا ایجاد اشکالی نداشته باشه و انعکاسش هم غیر از این نباشه. حالا بعد جا پیدا نکنن که مثلا کلاس تشکیل شده، جلسه تشکیل شده، چیزی این فقط برای جنبه یه دید و بازدید خیلی معمولی داشته و به هر صورت تا اینجاش چیزی مسئله نداره. خیلی ممنون. جان روز از بود الوان که حیرت از آنش در یک نظر خواب به یک قطره باون چکید چون سه صد شعر ترش ساز شد صبح ز آفاق رخش بردمید باد به هر سوی که دانست بود نغمه بلبل به سر شاخه بید بسته به ابروی کشیدش جهان سبزی و سرخی کبود و سپید انجمنی بود زرنگ و خرم شعله آتش به میان فرید روز که ناز فرح آغاز شد بوش ز سرباده می میبرید یه باران که زمینگیر شد سبز بوتی سید چمن میچمید صبح فلق می به بوتی سجده آخر شب سجده نکرد کنید بوت شکنی بود که بوت میشکست بوت شکنی بود که بوت میخرید بود و بودکده محبای ماست لیک از این بودکده باید دوستان بزرگوار پرسی هم از اولویت ها یا هم بزرگ به دلیل با واسطه ذکر جمله تجنبالی شنگه بودن که وظیفه ما به زرس قاطع اعلام شفاهی و کتب در اول هر کتاب زده و شارژ شروعی خودتون هم پشته شه برای محققان، تجربشگران و هایی که باید خیلی از دوستان برخورد شده که وقتی توجهشون به تحقیق جلب میکنیم ما خیلی دوستان اتفاق تهیه کردن صحبت شده نظرشون بر نظر جناب‌عالی بر تحقیق
افزایش وسعت آگاهی از منابع الزامت قیاس نه ولی تفسیر چرا قیاس باطل کار شیطانه اما تفسیر جز به روش های من یکی از اولویت کاری که قبلا فرمودید که تحقیق محقق هسته و تحقیق سرده امروز هم دارید انشاءالله با برگشتنتون یک مد دیگری رو بر مجموعه ایجاد میشه پس یکی از اولویت ها به نظر میرسه که برای دوستان برای اینکون احتجاج و حاشیه رو نداشته باشن تحقیق در همین حوزه است یا در حوزه های مشابه برای تحقیق بله 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 خیلی ممنون خیلی مشکر در شما بیکیری جان بسیار جالب خیلی عالی خب ببینید در این خصوص یعنی این فرصتی است که دوستان تحقیقات بکنن و این از فرصت استفاده بکنند و برحال انتباهات مسائل مختلف یعنی میدونم دانش کار رو تقویت بکنن بالا ببرن و مطلب داشته باشن روی مباحث بتونن تحصیل داشته باشن بتونن به جایی که اضافه بکنیم و بیان چیزای بکنیم دیگری رو اینی که روی اون بحثایی که اومده عنوان شده مطالعات اساسی صورت بگیره که برای گفتن واقعا برای اثبات علمی برای اثبات کارشناسی و اینها برای مطلب باشه خیلی ممنون دستتون واقعا درد خیلی ممنون اجازه هستید دوست این طاهرم جان داده است زان باده ها می داده است مستی، خماری، میخوری، تطهیر آن طاهر شده است باشد زجان لبریز شم زین باده ها خمریز شم، بالغ شوم، شیدا شوم در آنی هم طاهر شم دستون درد نکنه ببخشید یه مسئله که هست راجع به حرکتی که بعد دوستان دارن انجام میدن حالا یه جای مشکلی پیش میاد دلتی عرض تلقیشون شاید فقط اینجوریه که ما لازم نیست هیچ کار عملی در رابطه با قضایامون داشته باشیم ما یاد گرفتیم که همه کارامون فقط با بحث نظر باشه به خاطر همین تو هر کار عملی که پیش میاد هیچ قدمی که مثلا تازه نیستم پیش بذارم باعث مثلا چی میشن که اونای دیگه هم جلوی اونای دیگر هم میگیرن که حاضر به قد اقدامات عملی در زمینه مثلا کارا نشن میخواستم اینو توضیح بفرمایید که آیا فقط وظیفه هر کسی مثلا تو این کار تو هر جایی که هست همینه که فقط بحث نظر رو پیش بگیره نمیخواد که مثلا حتی میخواد که آب بخوره باید بشینه نظر کنه که آب بیاد تو شکمه ملاحظه بفرمایید که گفته بودیم کار زمینی قانون زمینی درسته؟ بله کار آسمانی هم قانون آسمانی بر صورت این با نظر اینجا آماده نمیشه خب و تابعی قوانین و مقرراتی است که گفتیم به طور کلی قانون زمینی بعدا اون داخل بنده تا شکایتی نکنم خب کار زمینیه نمیتونم بگیم که خب من نظر میکنم مثلا ملامشینا به حقوق خودشون یا به نقض حقوق یا به چی بنابراین یه امری بدیهی سالا یه سری از همین مشکلات در واقع ندیده گرفتن اصوله مثلا فرضاً برای من آگاهی اومده که اینو بخورم یا آگاهی اومده نخورم نقض اختیار یا حالا مشابه این چیزا که خب من اینو با نظر اونو با نظر اونو با نظر این برای ما کمال ایجاد نمی کنم میده تو اتفان قدرت یعنی اگه من قرارش اینو با نظر اینجا آمادش کنم حاضرش کنم کمکی به کمال من نمی کنه من اگه قرار باشیم مشکلم رو با نظر حل کنم دقت میکنین به پختگی من کمک نمی کنه این میدان آزمایشیست میدان آزمایش دو قطبیست و واقعیت داره
درست شد؟ اگه قرار باشه اینجوری کنیم بیا بیرون، اینکه میدان آزمایش نمیشه. میدان آزمایش و اگه اینجور بود که حالا باز قیاس مبارف همه انبیا و ائمه و همه بجان که شمشیر بکشن، بجان که بالاخره مجاهدت هایی رو بکنن که همه اطلاع دارید، خب یه نظر میکردن، خب مسئله حل بود و همه چیز به برطبق مراد بود دیگه. و چرا اومدن همچین مسائلی رو متحمل شدن، همچین خسارت های سنگین مختلفی رو که اطلاع دارید به جون خریدن و در واقع حرفشون رو با خونشون نوشتن، خب نظر میکردن دیگه. بنابراین اینا همون ندیده گرفتن اون اصولیست که باز بعدن بعد در سرساد میشه که حالا پشت سرش مسائل دیگه میاد، بعد میگن که نه شما این چیزا میاد نمیدونم افراد رو منظوی میکنه، دام گوشگیر میکنه، دام درابش اینجوری، دام پلان اونجوری، سوپی اینجوری، نمیدونم همه میرن میشن یه گوشی رو پاشون رو دراز میکنن و میگن که نگاه یاهو و برسونه و میگن این سوء تفاهمای بعدی رو میرسون. واقعیت حقیقت این چیز خودشو داره، اونم مسائل خودشو داره. از اینا رو خود دیگه میدونیم، خیلی صحبت کردیم که بالاخره این نونه بخواد بره تو سفره، بخواد بری، بخواد بیای، بخواد زندگی کنی، همش متکی به تلاش و کار و فعالیت و برنامه ریزی و این هاست. خب و اون برای قضیه هم عملی هم بشیم یه مثبت یک بدیم. خب مثبت یک سر جای خودشه، ولی کار عملی هم بالاخره احتیاج هست. ببینید راجب دعا نفرین اثرات جانبیه که هلوش یک تلاش هست که یه چیزی بسته بشه یا نشه یا چی بشه، همین ها رو صحبت کنه. اون اثرات خودشو داره کاملا. ایمان اگه جدید نبود دعا نمی کردیم که، یعنی حرکت به پشتبانه توکل به خدا، دعا، نمیدونم چی و اینه که هر امکانی رو که ممکنه مانعی باشه. بعد اصل اینجا چیه؟ اصل حرکت میده، یعنی تو واقعیت اصل این حرکته که ایجاد کارو میکنه. حالا پشتوانه دعا هم وجود داره و یه جا میبینه که اون پیشی میگیره، یعنی شما کار تو عزم جزم دعا هم کردی از این قبل از این حرکت کنید، دعا های مصمر سمر و آسان میگه چیز ما نیست، ما نیتمون به تلاش بود. ولی اگه ببینید خب من پاهم میدادم اون پاهم توجه میکنیم، حالا اینجوری میکنم، میگم خب بچه را هم بزرگتران نکردن، اونایی که اون تعبیرها، اون تعریفها، دقت میکنین؟ اون تعریفها، تعریفهایی که در خصوص ائمه علیهم السلام، در خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب وجود داشته، خب پس چرا نگه؟ پس کار اونها، عمل اونها اثبات این بوده که اثبات این میده که واقعیت چیز خودشو داره، مسائل خودشو داره و باید حرکت بشه. حالا که حرکت کردن، نمیدونم ملائکه، نمیدونم حالا هر چیزی دیگری که خودتون بهتر میدونید و میتونه بیاد این وسط، اونا هم اثر گذار باشن. من فکر می‌کنم حالا از این بیشتر بحث رو بیرد ببرید، چون هدف نشر آگاهی ده. اگر ارتبار آگاهی به شکل عمومی باشه و شعور اجتماعی بالا بره، حتماً اگر در این گشایشی ایجاد میشه. چند وقت پیش که شبکه مستند یه برنامه رو من دیدم
که اون گروه نارانان بود که به اکسیان تازیم رو ترک داده بودن، ولی احتمالاً بانیان امروزی که تونسته بودن این قضیه رو پیش ببرن گروه مجموعه بودن، به شکل غیر مستقیم بحث اقتصاد رو مطرح کردن. اون برای من خیلی نویدنش بود اینجا پسی میشه. بله من دیدم اون رو دیدم و همون بله همون بچه ها بودن. بله این قبلا اتفاق افتاده یا که برنامهش الان اجرا شده؟ پس میشه توی همین بستری که حتی مشکلات و تفقان هست کارها رو به شکل علمی و تحقیقاتی جلو ببریم. من سوالم این بود که ما توصیه شما چیه برای دور مطابقی؟ چون برای شهر ما همه این مسئله مستنا بگیم این مسئله رو بله برای درمان گروه مفادان به شکل ویژه نگاهشون کنید یا مثل درمان به دوره های خودمون رو پیش ببریمشون؟ یک سال دومی که اگر ما توی گروه های غیر رسمی که هم بحث امانت داری حتی از واژه های همین مجموعه خودمون استفاده کنیم، مطابق برای گروه های رسمی وقتی میخوان مسائل هست مثلا که میخوان وارد ارگان بهزیستی بشید اگر چنانچه بخواییم واژه فرچوب اینا خیلی حساسن به عنوان فرادرمانی بخواییم بگیم خلاف مدیریت ذهن از در شما اشکال داره چون واقعا نیازمند هستن و وقتی که حالا ما توی اسمی که اصلا مشکلی نداشتیم هدف معرفی شعور علاقه و هدف درمانه و هدف اینه که به هر حال این آگاهی انتقال پیدا بکنه و اون بحثی رو به جمعی کار بشه و شعور بره بالا. از در شما مشکلی نیست ما این کار رو بکنیم، میگم به شکل رسمی و تنسی. ببینید در در نهایت در مجبور من مجرد منظور شما هستم که به چه صورتی ما در سالها قبل مشکلاتی که برخورد کرده بودیم این بود که مثلا حالا جریاناتی پیش اومد، حتی حالا من بسیاری نبرم یکی از کسانی که مثلا نفوذ و بعد ایجاد انشعاب و بعد مسائلی که واقعا دردسرساز شد برای مجموعه ما که خب حالا ما بیم چرا در رأس این قضیه مثلا بجانی کشمندی رو قرار بدیم مثلا فرض کنید که ائمه علیه السلام باشه و اسمش این بشه فلان بشه حالا مثلا این فکره خودش چون که بتونه باید ظاهر مثلا بهتر این رو خدا بده و بعد خود این بعد از اینکه این فکر بسیلا دنبال کردن مسائل و ضرب زدنهای مهلکی که ما از این قضیه چه حالا حقوق بهش کنشون بره کاری انجام بده ولی به واسطه سر تو سرا در بیاره بتونه رقابت مو بتونه بعدا بگه این نه این بهتر از فلانه مسائل رو پیش میاره که در بله اول مشکلی نداره ولی در بله اول اگه تبدیل به اون قضیه بشه و شما حسابش رو بکنید که چه مسائل و مشکلاتی میتونه به بار بیاره. یعنی ما از همون یک جریان که حالا شاید دوستان بتونن کدوم جریان بود شهودی هم داریم شهودی هم شهودی هم ولی اینه که طبقات غیر قابل پیش بینی شما نمیدونیم چیه وگرنه ما که بخواهیم کار انجام میشیم ما که اومدیم اینو به اصطلاح اون کارم ارائه دادیم توسط دو تا از سردارها سردار حالا علیپور رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ سردار جورکش همین کار به عنوان ترک اعتیاد طاهر به ستاد مبارزه با مواد مخدر داده شد. حالا کمپای اصفهان که رفتیم به اتفاق اونها بازدید شده نمیدونم چی شده و اون خیریه بهشت یاس پنهان و اونها مجوز مال اونها بوده تامین هزینه و نیروی انسانی و فلان حرفا از اینا بوده یک اتحاد خیلی خوبی و در عرض یک مدت کوتاه آمار بسیار قابل توجهی ارائه شد و به محض اینکه به ستاد مرزی با مواد مخدر داده شد حملات به وسیلا به این قضیه به مجموعه آغاز شد و با شدت و اون سردارها همه اینجور که من گفتم تارمارشون تارمار شدن
از کنم به آقای لاریجانی که مثلا همه اینا آقای شهاب‌الدین صدر در کمیسیون مجلس که مجلات دانش پزشکی رو چیز میدادن، آقای قانعی در معاونت پژوهش وزارت بهداشت، همه اینا در یک چیز قرار گرفتن که یا انکار بلا مثال یا اینه که جدو سران فرقه هستید، چون سران فرقه محکوم به اعدام شدن که یعنی بعد با حکم جعلی اعدام قدام شدن شما هم میده. خب بند خدا آقای شهاب‌الدین صدر که اصلا اینجور که به من گفتن لطف بارش کردن، خب و اون دوتا سردار هم کردن همینچینی، حالا بازم ادعای دیگه هم، خب یکی دو سه نفرم که یکی به اصطلاح برن تذکر کردن مطلب سود و خب میز و موقعیت رو ترجیح دادن. البته ما تو همونجا که با ما اومدن ما بازم از همونا هم ممنون و راضی و مشکریم، انتظاری هم نداریم از کسی که بیش از یه حدی بخواد بیاد موقعیت خودش رو به خطر بندازه. حالا تو این مسئله مشکل ما این هست که اصولاً حالا مافیای مخدر که بسیار قدرتمنده، چدای خودشو داره، حالا با نام دیگری بسیار خود، ولی بعد از اون آیا کسایی که بیان ادام بزن آیا همچون مشکل سازی هایی برای مجموعه نمی کنن؟ یعنی با تازه لطمه، یعنی من بودم برای شما بودم چه لطمه سنگینی ما خوردیم، چون همین شما چیزی زیاده نمی دیم دقیقا توجه می کنید، یعنی دو سه نفر چه خیانتی کردن و چه ضربه مهلک زدن. از حالتی یه نفر که اونو گرم فرید اصلا عامل یعنی چیز بوده، یعنی که اصلا با همین نیت رو که بیاد و این کار رو بکنه در واقع بسه. حالا اینه، بازم من که نمیدونم سوال نظری ندارم، نمیدونم حجم که بسیار در اون مجبور فکر بکنیم که درسته، برای البته به نیت کمک به معتادین انجام میشه، حالا دیگه بقیهش بنابر خدا و دوباره هرچه بادا باش. جانم استاد من سلام عرض میکنم، سوالی که بکنم نمیدونم شاید سوالی باشه و خودم هم خیلی از تحقیقهایی که سعی کردم با شنیدن فقط مستند با صوت و تصویر شما به گروهی از دوستان که در مجموعه بحثای ما قرار میگرفتن در این مسائل جوابش رو دادم، ولی خواهشم اینه که یه بار دیگه از زبان شما اینو بشنوی که تشعشعات کلامی یه نفری که شما به عنوان کسی که تفریض شد قبل ها درس میدادن به دوستان در گذشته ها روی شاگرداشون تأثیراتی میذاشت یا نمیذاشت و هر کسی ما به عنوان پول پشتی فروش، کسی که فقط گفتیم ما پول پشتی فروشیم، شما رو گفتیم بهتون دوست داشتید میتونید از این پول پشتی استفاده کنید و تمام محکومیت هایی که ما شدیم تو همین الانم و خوشحال من همه این محکومیت هایی که به این دلیل شدیم، حالا نمیخوام خیلی باز کنم خیلی بیشتر فقط دوست دارم من چون از تمام سر کردم تمام صوت های شما رو گوش کنم، حتی تلفنتون، یعنی تمام اون تلفن هایی هم که حتی با دوستان تدریس داشتی و صحبتی کرده بودیم که خود کسی که به عنوان بحث امانتداری شما مطرح بود در نقش امانتداری بحث مطرح شد رو آیا به نظر شما، من میدونم که شما سلام میدونستیم که حتما یه بحثی پشتش این داستان بوده که حتی اگر محر بودید یا من اصلاح نشده به عنوان یک کسی که اینجا نشستم ادعای فرادرمانگری داشتم یه بحثی بوده که علاقه داشتم، ولی اون کسی که ما میخواییم باش صحبت کنیم و چجور راه نماشیم. ببینید باید این میره تو بحث مباحث کلاسینا که با توجه به اون موضوع که خدمتون هست کردم جمعمون حالتیه، یعنی نه موقعیتش هست نه فرصتش هست، اونو میاد به توضیحات کامل و مفصلی داره. نه شما فقط به من بگید با مدعی نگوید اسرار عشق و مسکین و ما بلاخره خارش بلاخره در این حالا جمعه چیز پیدا میکنه اینو اجازه بدید که به اصطلاح ازش بگذاریم. خب و خب به هر حال یه بیانیه بحثی که در این نظر همه بپذیرید،
دلیل ندارن بپذیرن. اونایی که برحال فالیو زین هستن، بیطرف هستن، این هم برخورد میکنن، کلنجار میرن، فرام میکنن، آخری هم میپذیرن یا نمیپذیرن. ولی اگه کسی که برای با یه منظور بیاد اینا، خب مسلما کار میشه. خواهش میکنم، اصلاحی میکنم از این مدتون تو به صلاح قرار شد که جنبه کلاسی و نوشیدا مثلا ما در واقع به جنبه دید و بازدید داشته از این هست. خوشحالم از وقتی خرید ایک میخواستم بکنم فقط آرزوی از طرف با تمام وجودم آرزوی کردم میکنم خدا یعنی یعنی میشه این ایدم استاد ما منزل خودش باشه و واقعا فقط همین خدا رو شده. بله دیگه همونو گفتی که مرم حالا تمیم من کجا آفتون باشم دوستان دوباره کاغذهایی که دستتونه دوستان بستن که دادن اگر میخواین شاید سوالی باشه بگید که بعد نه من خور میدم که همه رو خلاص شد چون میدونید شادی هم پایین هستن. بله همه رو دارم من خواهشم این هستش که در همین هر بله باید ما یه خندت کنیم اونها اونها رو دوستان نوشتن اونها رو باید صدا کنیم ایشون باید اونها خودش با صلاح میتونه من رو بزایی کنم از این زمان که شرمنده هستم از این وضعیتی که سیل خیلی بردیم روز کردیم و خیلی بردیم